به ندرت به خدا توکل میکنیم. توکل کردن یعنی وکیل گرفتن خدا، تکیه دادن به خدا. یکی از ارکان دین ما خب نمازه، عمود دین ماست نماز، که خب هنوز خیلی ما باهاش آشنا نیستیم، خوب باهاش کار نکردیم، هنوز درکش نکردیم خیلی نماز یعنی چی، اساسا این فرهنگ نماز چیه. شما در رکوع وقتی که در مقابل بعد از حمد یا بعد از تسبیحات در مقابل خداوند تبارک و تعالی خم میشید، یکی از لذت بخشترین و شیرین ترین جملات رو میگی که همه تلخی های زندگی، سختی های زندگی، همه غم ها از انسان میبره. این یک کلمه، یه جمله که شما به کار میبرید و اون این استش که شما خم میشید به الله، این گونه خطاب میکنید. خیلی زیباست، یعنی اصلا نمیشه جاش هیچ چیز دیگری رو شما بگذارید. ما ذکر داریم برای رکوع، ذکرهای مفصل داریم، دعاهای فوق‌العاده‌ای داریم برای رکوع، اما جان ما فدای رسول الله که این ذکر رو انتخاب کرد و برای رکوع قرار داد. سبحان ربی العظیم، یعنی بی عیب و نقص رب عظیم من، یعنی حرف نداره رب عظیم من. حالا این که حرف نداره و اینها داستان دیگه ایه که دیگه در اردو تسبیح، اردو سبحان الله گفتیم، ولی این کلمه رب عظیم من، یعنی انسان همین که یادش میفته یه مربی داره به عظمت خدا و این مربی اجازه داده تو او رو مربی صدا کنی، بگی مربی من و انتصابش بدی به خودت، خیلی شورانگیزه. به خدا بگی رب عظیم من. اصلا انسان در تمام اون تاریکی ها، سختی ها، غم ها، فشارهای زندگی، وقتی که همین یک کلمه یادش میفته که یه رب عظیم داره و یه رب اعلا داره، اونم در رکوع، در سجده شما اینو به کار میبرید، انگار همه دردها، مصائب، مشکلات، سختیها خونسا میشه. شما فکر روزی چند بار آدم اینو یاد بکنه و بگه من یه رب عظیم دارم. ببین اصلا حقارت، کوچکی، غم، آسیب سراغ همچین آدمی میاد یا نمیاد؟ محاله. رب عظیم من، رب اعلای من. انسان یه دفعه به قدری شخصیت پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه. اگه کنار این رب عظیم، کنار این رب اعلا، انسان احساس بدبختی بهش دست بده، غم بیاد سراغش، احساس حقارت بیاد سراغش، فلانی به من محل نذاشت، فلانی به من زنگ نزد، فلانی به من پیامک نزد، فلانی نم شوهرم به محل نذاشت، بابام نمیدونم تعبیرم نگرفت، نمیدونم فلانی به من توهین کرد، فلانی نم چیکار کرد. این حقارت دیگه مال خودشه. چطور در قرآن داریم که اگر کسی خدا بهش قرآن رو بده و فهم قرآن رو بده، احساس بدبختی بکنه، خداوند مهر بدبختی رو و فقر رو پیشونش میزنه تا قیامت. و این کلامم رو به تو دادم، نامه عاشقانه نوشتم برات، تو کنار این قصه دنیا رو داری؟ اینه که پیغمبر میگه من بکا علی دنیا دخل النار،
آدمی که قصه دنیا رو میخوره جهنمیه. این اسم رو فراموش نکنید. خواهش میکنم، توصیه‌ام این است به شما، رکوها رو نذارید خراب شه، سجدرم نذارید خراب شه. سبحان ربی العظیم و بحمد. اصلا دیگه آدم نمیخواد بلند شه از رکو. چیکار کرده خدا، چیکار کرده رسول الله که اینو برای امتش، امتش یعنی بچه هاش، بعد تک تک بچه هاش اینو پسندیده گذاشته، چون مربی خودش دیگه، از طرف خدا مربیه، اینجوری جان ما رو تربیت کرده، یه نماز به ما داده با یه رکوع اینجوری. بگید سبحان ربی العظیم و بحمد. چه شرابی، سبحان ربی الاعلا. اینه بعد فرمود لا اله الا هو. این رب شماست که این درجه رو داد به شما. اول از این رب دارید، مربی دارید، قیمتتون پس یادتون باشه که مربیتون کیه. دو، الهتون هم بشناسید و اله تکیه که لا اله الا هو. چقدر زیبا مقدمات علمی استدلالا رو چید خدا. چرا من این الهمه؟ چون بدی السماوات و الارض. کی میتونه معشوقم باشه؟ کسی که ولد و صاحب نداره، صاحب یعنی همسر. خالق کل شیء به کل شیء علیمه. این آدم دل آدم رو میبره، داره به شما میگه کسی میتونه اله باشه که خالق کل شیء باشه؟ اون میتونه دل تو رو سیر بکنه، چون تو بی نهایت طلبی. خود اون خالق نعمتاش نه، خود اون خالقه میتونه اله تو باشه. میرسیم به حدیث قدسی، خلق تو لشیا عل اجلک و خلق تو کل اجلی. من همه چی رو برای تو خلق کردم، ولی تو رو برای کی؟ تو رو برای خدا. اگه این قلب باور کنه اینو، نه که مغزمون بفهمه ها، عقلمون بفهمه تاییدش کنه، نه، قلب تایید کنه، یعنی معرفت حاصل بشه. اگه معرفت اینو فهمید، ما خیلی نیاز به مجاهدت های آنچنانی نداریم، میریم شبیه بچه های روح الله میشیم که یه شبه ره 100 ساله رو طی میکنن. فعبدو، عبودیت اینو داشته باشید، بندگی این خدا رو داشته باشید. و هو علی کل شیء وکیل. چه کلمه انتخاب کرد؟ بعد از این که او الله بدیع السماوات و الارض هست، دوبار فرمود خلق کل شیء، خالق کل شیء، به کل شیء علیم. بعد فرمود رب، بعد به عنوان اله واحد معرفیش کرد و هو علی کل شیء وکیل. نه وکالت تو، وکالت هر چیزی رو به عهده داره. تکیه کن بهش، توکل کن بهش، وکیلته. اسمیست که ما کمتر ازش استفاده میکنیم. ما هیچ وقت به ندرت به خدا توکل میکنیم. توکل کردن یعنی وکیل گرفتن خدا، تکیه دادن به خدا. دیگه این امکان نداره از کسی کینه تو دلش بگیره، امکان نداره عفونت بدرفتاری های دیگران رو دو ثانیه تو خودش نگه داره. زیرکه، وکالت، وکیل داره، اصلا خودش نمیره تو با هیچی درگیر شه. وکیل به این بزرگی داره میگه کارام انجام بده. سپردمش به خدا، سپردم به خدا، نه اینکه خدا بزن تو کمرش، خدا انتقام منو بگیره. برای خدا تنگ تکلیف نمیکنه، برای ربش. وکیل یعنی چی؟ آرامش دارم، خود بندته، سپردمش به خودت، هجری خودت صلاح میدونی، میخوای ببخشیش صلاح تو میدونی. من در مقابل تو اراده ای ندارم که بگم خدا حتما باید اینو بکشی، حتما باید بره جهنم. نه، تو هر کاری کردی، تو تصمیم بگیر. مصلحت این است بره جهنم، بره جهنم. این مصلحت این استش که اصلا ندید بگیری، کاری ندارم.
من عبد تو هستم، من با تو کار دارم، تو اله منی، جمال تو رو عشق است، با تو هستم، کاری با بقیه ندارم، هرجوری که صلاح میتونی. آدم آروم میکنه توکل. شما زمانی میتونید اله حقیقی رو بشناسید، الله و اله حقیقی رو بهش ایمان بیارید که به خود ایمان آورده باشه، بفهمی که الله اله کیه، مربی تو بتونی بشناسی. تا خودتو نشناسی مربی تو نمیشناسی، اصلا نمیشناسیش که بخوای بری بهش اعتماد کنی، خودتو بسپاری بهش. شما زمانی الله رو به عنوان رب انتخاب میکنی که تو خودت یه استعدادی رو به معرفت رسیده باشی که جز این رب نمیتونه اونو شکوفا بکنه، غیر از خدا کسی نمیتونه شکوفا بکنه. وقتی به این رسیدی میگی خب اینو انتخابش کردم به عنوان مربی، خودمو میسپارم بهش. و تو وقتی خودتو زن و مرد میبینی، اینو اصلا نمیسپاری خودتو به خدا. وقتی خودتو مغز میبینی، یا اینها هم دانشگاه هاروارد، دانشگاه بیکری، دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه کجا، اینجا خوبه من برم درس بخونم، فلان پروفسور فلان استاد بشه رب من، مربی من. تو زمانی فقط میتونی بگی خدا رب منه که یه چیزی به این بزرگی تو خودتو معرفت کرده باشه. اگه فهمیدی اینو تو خودت کشف کردی، دیگه حاضر نیست کمتر از الله رو به عنوان رب خودت انتخاب کنی. قل به فضل الله، چقدر این آیه شراب توش ریخته خدا، چقدر گیرایش بالاست. قل به فضل الله و به رحمتهی بزال فبزالک فلیفرحوا. اوه 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 اوه، فرحی که همه جا نفی شده، خدا اینجا میفهمد که بگو، قل ورده سرش، به فضل الله و جدا کرد، نگو به فضل الله و رحمتهی، نه، قل به فضل الله و به رحمتهی جداش کرد. به ذالکه این، به این فلیفرحوا، باید شاد باشید. برید شادیتون رو بر اساس این چیزا ببچینید، چیزای حقیقی. اگر شادی کنید با چیز حقیقی برید شادی بکنید. هیچ چیز دیگه وجود نداره که انسان با شادی کنه جز همه نعمت‌های الهی که خدا، نعمت‌های انسانی و معنوی که خدا داده. میگه با اینا شادی کنید، چیزی که ما هنوز تمرین نکردیم. تمرین میخواد، چون عمله، تمرین به شادی. و الا وسطش هستی، احساس بدبختی به دست میزه، احساس نکبت به دست میزه، احساس پشیمونی به دست میده، نمیدونم به غلط کردن میفتیم، با سر یه منیت، یه خریت، یه نمیدونم رنجش، یه تکبر هم بل میکنیم میریم، قدر نمیدونیم. به فضل الله و به رحمتهی به ذالکه، قول بگو به این، فبه ذالکه فلیفرحوا، برای این شاد باشید. اگه تو لشکر امام زمان به خاطر توفیقایی که خدا بهتون میده شاد نباشید، مطمئن باشید یه روزی بیرونتون میکنن، مثل خیلی بزرگتر از ما که بیرون شدن. کس که نمیفهمه مسجد یعنی چی، حسین یعنی چی، نماز جماعت یعنی چی، دعا یعنی چی، صلوات یعنی چی، تسبیح یعنی چی، قرآن یعنی چی، قرآن خوندن یعنی چی، کار برای امام زمان یعنی چی، اربعین یعنی چی، دور هم جمع شدن یه شام و نهار خوردن یعنی چی، یه چای خوردن با هم یعنی چی، نمیتونه شادی کنه، ارزه شاد بودن نداره از این نعمت‌های عظیم معنوی. همیشه لب و لوچش آویزون و قصدار و عصبی و طلبکار، و این حتما لذا فرمود شادیتون، این خیلی خطرناکه اینجا، مرز توحید، شادیتون باید به فضل الله و به رحمتهی باشه. اگه فهمیدی اون فضل خداست و رحمتت، شادی حقیقیه، ولی شادیات منیت توشه. یعنی اگه گفتی این کار کار منه، من این کارو کردم، من این کارو دارم میکنم، تمومه. هیچ وقت ما ندیدیم یه کسی کاری رو به اسم خودش تموم کنه، بگه من کردم این کارو، به شادی برسه. نمیتونه، به فرح نمیرسه، چون کثافت رجس منیت، انانیت توشه،
نمیذاره شادی کنی. توی بخش انسانی فرح تو خلوص به دست میاد، تو تقوا به دست میاد. قول بگو به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا. باید شاد باشید، اصلا امر کن فیکون، شادی میاره. حالا وسط این شادی اصلا معنی وجود نداره که چیزی بهش بر بخوره، ناراحت بشه، قصه دار شه، مضطرب بشه، دعوایی بشه، کینه‌ای به وجود بیاد. اصلا مثلا شب عروسی، شب عروسی دیدی عروس و داماد و خانواده عروسی، هیچ کسی ناراحت نمیشه. اصلا بناست که اصلا اناش عروسیه، اینقدر درجه فرح زیاده که مردم میخوان این مجلس بی درد سر بی جهنم به خیر بگذره. ولی یک کسی که وسط جهاد، وسط همه بهشتا اینجوریه، یعنی میسوزه و میسوزونه، این درگیر فضل و رحمت خدا نیست، درگیر خودشه، دچار شرک به خوده. این وجود اهل بیته که اگه بره توی قلبی بشینه میشه بهشت، بالاتر از بهشت. به خدا قسم بهشتی ها به این قصرها حسرت میخورن، وسط اون قصرهای بهشتی حسرت این قصرها رو میخورن، به خدا قسم، بی مبالغه. جامع کبیره که میخونید خلقکم الله انوارن، آه اینا میگه دیگه خدا شما رو نور خلق کرد، فجعلکم به عرشه محتقین، چون تو عرش خدا به اونجا طواف میکردی. بعد میگیم چی؟ خدا منت گذاشت سر ما، فجعلکم، یه منت گذاشت سر ما خدا که شما رو ساکن دلهای ما کرد. آوردتون پایین، کجا کجا ساکن امام بیاد، کجا میتونه بشینه، منزل امام کجاست؟ کره زمین که نیست، کلبه که نیست، خونه که نیست، کجا میخواد بشینه؟ این نور میخواد بیاد، 14 تا نور، حداقل 14. فجعلکم فی بیوتن، اینش خیلی دل میبره. آها 8-7 میلیارد جمعیت، این 14 تا نور اومدن گفتن خدایا اینجا بریم، گفته نه اینجا بریم، نه اینجا بریم، نه. 7 میلیارد جمعیت، یه چند میلیونشون رو خدا انتخاب کرده، گفته برید اینجا، برید تو دل اینا. اینه که شادی داره، میگه من عزیزترین کسامو دادم به شما، تو دل شما، تو قلب شما گذاشتم، خونه شما رو کردم حرم اینا، خونه شما رو کردم حرم اینا، قلب شما رو کردم حرم اینا. و جعلکم فی بیوت اذن الله، از دادن خدا اجازه داد فلانی بریم تو قلبش، خدایا بریم تو قلبش، به تو قلبی بشید، بگردید رو زمین ببینید این 7 میلیارد که میتونم بگم ما چند نفر میگن ما اهل بیت داریم. وقت سزاوار ما برای دنیا قصه بخوریم، ناراحت شیم، گله بکنیم به اهل بیت، به خود خدا. سزاواره همون حرفی که خدا امیرالمومنین زد، خجالت نمیکشید، من چی دادم به شماها؟ قدر میدونید شما؟ شما انقدر مست دنیایید و خودتونید که من همه وجودم و همه هستیم و همه نورم رو دادم بهتون، حواستون نیست شادیشو کنید، حواستون نیست شکرشو به جا بیارید، حواستون نیست ازش استفاده بکنید، حواستون نیست باشون زندگی کنید، باشون رفت آمد بکنید، باشون دوست بشید.
حواستون نیست، حواس پرتید همش سمت دنبال نداده ها و نداشته ها و من چی دادم به شما، شما همش گله و نق چیا رو دارید میزنید، شما کمبود چیا رو میارید پیش من میگید، شما غماتون چجوریه، من میگم با اینا شادی کنید سرمست باشید، شما دارید قصه چیا رو میخورید. هم شوهرم اینجوری، زنم اونجوری، بابام اینجوری، مامانم اینجوری، هم یکی اونجوری، همکارم اونجوری، اون اینجوری. تو رو کردم سرباز امام زمانت کردم، به تو توفیق دادم که بتونی جز برطرف کننده های موانع ظهور این باشی. و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک و القادة الی سبیلک. انقدر برات مقام گذاشتم تو حکومت این دولت کریمه، دولت کریمه ای که همه انبیا براش کشته شدن، ائمه برای 13 تا قبلی براش کشته شدن، میلیون ها نفر براش کشته شدن، همه عاشق این دولت بودن. یک شخصیتی به عظمت امام حسین میگه من خادم این آقا هم. من خادم این آقا امام رضا میگه خدایا منو بپذیر جزء یارانه این، دنیا بپذیر منو، امام رضا آخرت منو بپذیر جزء یارانه این. وقتی کوریم نمیبینیم از دست میدیم به خدا، میندازنمون بیرون. وقتی نمیفهمی میگه اگه کسی بهش قرآن رو بدن احساس بدبختی بکنه، احساس فاقه بکنه، احساس بدبختی بکنه، تا آخر این مهر بدبختی رو خدا تا قیامت میزنه تو پیشونش. فهمون اگه کسی بهش قرآن رو بدن آرزوی چیز دیگه بکنه، اون چیز رو بزرگ کرده و قرآن رو کوچیک کرده. بعد از خدا و اهل بیت ما دنبال چی میگردیم؟ کدوم آرزو دیگه بالاتر از این؟ چی میخواستیم؟ خدا میخواست به چی میخواست بده بهت دیگه؟ که تو هم بتونی گلیم خودتو از آب بیرون بکشی، هم بتونی دست چند نفر رو بگیری.